خب تو این قسمت میخوایم بپردازیم به کاربرد دکمه فلاکس، ببینیم توی نرم افزارمون چه کاری برای ما انجام میده. برای منظور من مثلا همین ترکی از قبل لود داشتم رو انجام میدم. بدونید که کاربرد دکمه فلاکس برای خاموش و روشن کردنش بعد روش فشار بدین تا روشن بشه. دکمه فلاکس زمانی که شما وارد یه لوپ هستید، خط پلیتون استاپ نمیشه داخل اون لوپی که هستین، به سمت جلو حرکت میکنه. شما مثلا یه قسمت یه پاساجی رو میزنید، بعد زمانی که حالت لوپ کارتون رو در بیارید، از ادامه کار، یعنی از جایی که خط پلیتون رفته جلوتر، میتونید پلی بکنید. الان من این کار رو یک مرتبه براتون انجام میدم تا ببینید. این بیشتر کاربردش توی قسمتی هستش که شما دارید اسکرچ میکنید. یکی از تکنیک های اسکرچ کردن همین استفاده از ارزم به حضور شما فلاکس هستش. خب من پلی میکنم یه جایی، لوپ میگیرم، لوپم رو کم کم کمش میکنم ضربه میزان هاشو، و باعث میشه که برای من یه پاساج تور تولید بشه، و در ادامه که من از حالت لوپ در بیارم، از ادامه جایی که خط پلیم حرکت کرده رفته به سمت جلو، از اونجا پلی میشه. گوش میکنیم کار رو. خب الان لوپ میکنم. خب دیدید که زمانی که من لوپ کردم، لوپم رو داخل فشار دادم، نگه داشتم، کم و زیاد کردم لوپم رو، و یه پاساژ جزئی تولید کردم. زمانی که لوپ رو ول کردم، از ادامه جایی که خط پلی هم حرکت کرده بود و رفته بود، شروع به پلی کردن کردش برام. یک مرتبه دیگه میرم یه مقدار جلوتر ترک، این کار رو انجام میدم، شما ببینید که چطور هستش. مثلا یه جایی مد نظرتون قبل مپ کردید، این رو استفاده میکنید از اون قسمت که بتونید به راحتی یه پاساژ تولید بکنید که کارتون رو زیباتر بکنید. خب لاین رو باز میکنم، یه مقدار به سمت عقب برمیگردم، دید به راحتی هر چه تمام شما تونستید یه تکنیک پاساژ رو آموزش ببینید. ببین من حالا توی قسمت نرم افزار کامل این رو براتون گذاشتم که میتونید ببینید که زمانی که فلاکس رو من روشن میکنم، به راحتی هر چه تمام‌تر میتونید از این قضیه استفاده بکنید. توی جلسه بعد 5 تا ترک رو براتون انتخاب کردم. این 5 تا ترک رو هر کدوم 20 ثانیه‌اش رو به هم دیگه وصل می‌کنم که ببینید توی دستگاهتون با تکنیک های مختلفی که توی پکیج قبلی بهتون آموزش دادم، به راحتی هرچه تمام و با استفاده از ریمیکس دکی که ساختیم که میتونیم روی دستگاه کنترلش بکنیم، میتونیم میکس های زیبایی رو بزنیم و ازشون لذت ببریم.